پنجشنبه دیگری رسید و فردا روزنامه نداریم، همینطوری که هر پنجشنبه اعلام میکنم صبح بورس تعطیل بود، ادارات هم تعطیل. برنامه امشب ما مثل هر پنجشنبه شبها متفاوت هست. ابتدای برنامه معمولا میریم پاریس به دیدن خانم دکتر فریبا هشرودی. در یکی دو برنامه گذشته به کتاب‌های ادبی یا رمان‌های دکتر فریبا هشرودی رسیدیم و در مورد اونها صحبت کرده بودیم. هفته گذشته راجع به دو تا از رمان‌هاشون که ایران کرانه خون و یا کلنل و طعمه 455 اشاره شده. اما ما شنیدیم که این هفته ایشون در پاریس نیستن، رفتن ایتالیا. نمیدونیم چرا، از خودشون میپرسیم. سلام خانم دکتر فریبا هشرودی. سلام از من. با خبر شدیم، به ما اطلاع دادن که شما الان پاریس نیستید، رفتید ایتالیا. چی شده رفتید ایتالیا ناگهانی؟ هفته پیش هیچ چیز به ما نگفتین. خب من همیشه رو که نباید به شما بگم جناب آقای جمشیدی. خب ما فوزولی میکنیم، معمولا میپرسیم، تحقیق میکنیم خودمون. خواهش میکنم، خوب میکنی، شروع میکنم با تو جسارتا به قول دوستان. اومدم به دعوت یکی از دوستان عزیز، مارکو برتنی، که ایران هم سفر کرده و سفر مفصلی ما هم در ایران داشتیم. دعوت جدید داشتم مارکو که بیام اینجا. دو سال، سه سال پیش یا حتی چهار سال پیش مارکو منو دعوت کرده بود به خاطر دقیقا جایزه ادبی که من از فونداسیون کریکل ایتالیا گرفتم برای کتاب کلونل، و برای من یک سری برنامه‌های مفصل گذاشت اینجا با لطف زیاد، سخنرانی، برنامه‌های ادبی. و غیر از این من و مارکو، که مارکو در واقع در کار اقتصادیه، هم درس اقتصاد میده هم شرکت اقتصادی داره، اما یک فونداسیون، یک بنیادی هم داره، بنیاد غیر انتفاعی به نام River of Life، رودخانه زندگی، که با بنیاد سنشودی و یک سری برنامه های زیادی داشتیم بعد از اون سفر، به خاطر همین مارکو به ایران اومد. در نتیجه سفر ما در ایتالیا، سفری که من به ایتالیا اومده بودم با مارکو، بسیار سفر پرباری بود. حتی قرار شد که من و مارکو شهردار شهر آنسیو که مارکو در آن زندگی میکنه دیدیم و یک برنامه یک هفته‌ای هنری برای ایران گذاشته بودن. مارکو حتی با عشق زیاد آفیش های این برنامه رو هم درست کرده بود که ایران آنسیو اسمشو گذاشته بود، که قرار شده بود که ما یک عده از هنرمندان ایرانی رو در آنسیو دعوت کنیم، که همه چی متاسفانه به خاطر مسائل انتخابات آقای ترامپ به هم خورد. بعد مارکو اومد ایران، باز ما یک سری برنامه در ایران داشتیم که اونها به هم خورد، ولی هم مارکو هم من آدمایی نیستیم که خیلی زود از راه و نیمه راه بذاریم. الان من اومدم اینجا که غیر از برنامه های، یعنی برای برنامه های آتی با مارکو برنامه ریزی کنیم و امیدوارم که بتونیم کاری بکنیم. و در ضمن هر دفعه که من میام اینجا، البته مارکو یه سری جلسات میذاره از کسانی که کتابای منو خوندن و کتابی که ترجمه شده به ایتالیا. قراره یه جلسه هم داشته باشم من برای بازخوانی بعضی از کتابام و صحبت. همین. بسیار عالی. ما خیلی کنجکاو شدیم که آقای مارکو برتنی رو با این تفاصیلی که شما گفتین، البته اون دفعه که به دعوت شما اومده بودن ایران ما زیارتشو نکردیم، اما وقتی که نگاه کردم به رزومشون، ایشون فعالیت‌های بسیار جالب اقتصادی رو از 2009 شروع کردن که خیلی میتونه مفید باشه در ارتباط با روابط اقتصادی ایران و ایتالیا. بالاخره شرایط اینطور نمیمونه، دیر یا زود شرایط عادی میشه. آقای برتنی که الان مشاور در واقع بسیاری از شرکت‌های ایتالیایی هستند، کارشون در واقع نگاه به کشورهای برون مرزه، به کشورهای زیادی سفر کردن،
به ایران هم که اومدن، البته برای کار بنیاد پروفسور هشتودی بوده، اما برنامه بعدی یا برنامه دیدارهای بعدی ما میخواییم که با ایشون یه گفتگوی داشته باشیم و شاید پتانسیل موجود در ایران و مسائلی که میتونه ما بین ایتالیا و ایران در زمینه اقتصادی مؤثر باشه، یک نوع بدبستان به اصطلاح اطلاعاتی به هم دیگه بکنیم و ما بتونیم به ایشون کمک بکنیم، ایشون به ما کمک بکنه، ما به عنوان مدیامن، ایشون به عنوان بیزنسمن، خلاصه کاری بکنیم که اقتصاد ایتالیا و اقتصاد ایران پیوندشون بهتر بشه نسبت به گذشته. موافق هستید با ایشون صحبت بکنید که ما یه گفتگو با ایشون هم داشته باشیم؟ حتما من بهشون با استقبال خواهم کرد. من در شب اینم بهتون بگم که یکی از در واقع چی میتونم بگم مسائل دیگه ای که من و مارکو رو خیلی به هم نزدیک کرد سفره. خب من به عنوان خبرنگار با صحبت های زیادی هم با جنابالی میشتم، برای خیلی خیلی دور دنیا سفر کردم. مارکو در کادر، هم در کادر اقتصادی و هم در کادر بنیاد ریور آف لایف، اون هم تقریبا میشه گفت که دور دنیا رو سفر کرده. مارکو تقریبا هر سال سفر در دنیا. و یکی از برنامه های مشترکی که من و مارکو داشتیم که حتی با بسیاری از تورهای توریستی ایران و از آدم های خیلی معتبری که در این کار دستن در کارن در ایران، اسم نمیبرم چون بعدا میتونیم دوباره ببینیمشون، قرار شده بود که من و مارکو در کادر ریور آف لایف و بنیاد محسن ارشودی پیشنهاداتی بدیم برای توریسم متعهد و توریسم اکولوژیک، یعنی توریسم تمیز، توریسمی که به خاک و طبیعت احترام میذاره. این برنامه ما پیاده و حتی پیشنهاداتی دادیم. میگم همه برنامه های ما مسکوت بود به خاطر مسائل بین المللی و در این مورد هم مارکو میتونه هم مشاور خوبی باشه، هم میتونیم من یعنی بنیاد ما و دستندرکارانی که حول و حوش این بنیاد کار میکنن با بنیاد مارکو بتونه بسیار برای آینده ایران مفید باشه، به شرطی که این را هم اجازه میدم از خودم، یعنی اجازه میگیرم از شما که اینم بگم، به شرطی که دولت مردان ما که تا حالا به واقع به هیچ وجه دقت به هیچ کدوم از این جوانب نمی کنن، دقتشون بیشتر شده. اگر بخوان این راه ادامه بدن، آقای جمشیدی متاسفانه من چشمم آب نمی خورد که چیزی تکان بخورد در اون من بگم. ولی خب شما خوشبینین، منم خوشبینی شما. خیلی متشکرم. من یه سوال آخر میکنم، بعد از شما درخواست بکنم که یک قراری بگذارین که با آقای مارکوم با کمک شما که در واقع اول شما ژورنالیست هستید و بعد نویسنده، یه گفتگو با ایشون داشته باشیم. کتاب شما مگه به زبان ایتالیایی هم ترجمه شده؟ بله قربان شما، این کتاب آخر من، رمان آخرم، به زبان ایتالیایی به زبان انگلیسی ترجمه شده و جایزه هم گرفته، یه جایزه در آمریکا، یه جایزه هم در همین مملکت. فرانسوی های اصطلاحی دارن میگن که آدم هیچ وقت در مملکت خودش پیغمبر نیست. من که البته همچین ادعایی ندارم، ولی کتاب من که در فرانسه باید بیشتر مورد استقبال قرار میگرفت، کتاب آخرم در ایتالیا و در آمریکا و انگلیس استقبالش خیلی بیشتر بود از فرانسه، ولی خب چنین است. حالا اگر زمانی در ایران چاپ شه، امیدوارم در خاک واقعی که مملکت همه مورد توجه قرار بگیره. اگرم نشه که اصلا اهمیتی نداره، نویسندگان بزرگی هستن که اونها خوانندگان میتونن اونها رو بخونن. من در حول و حوش فعلا کار خودم رو ادامه میدم. حالا میرسیم به قسمت دیگری از دیدار با ری اعتمادی. هفته گذشته به اینجا رسیده بودیم که آقای عباس مسعودی، مدیر فعال و خلاق و بنیانگذار مؤسسه اطلاعات، آقای ری اعتمادی رو انتخاب کردن
که به خوبی هم روابط عمومی رو اداره میکردن، به خاطر ضعفی که در سرویس های فرهنگی و ورزشی روزنامه بوده، به عنوان دبیر این دو سرویس ایشون رو انتخاب کردن و حکمی هم برای ایشون صادر کردن و ایشون ورود کردن برای اولین بار در سمت دبیری روزنامه اطلاعات، اونم در دو سرویس کاملا پر مخاطب، هم فرهنگی هم ورزشی. آقای اعتمادی خوش آمدید و رسیدیم به یک دوره دیگر. خیلی از حرف چیزای شما رو با وجودی که سالیان سال هست بنده خدمت شما ارادت دارم، خود ما خبر نداشتیم که شما این همه جاهای مختلف رفتین و اومدین و خلاصه چیزایی برای اولین بار میشنویم. شما پس شدین دبیر سرویس فرهنگی و ورزشی روزنامه اطلاعات. خب ورود که کردید برای شما واکنشا چی بوده؟ اعضای تحریریه قبلی ها دعوایی شروع شد؟ حالا خدمتتون، روزی که سال 1335 که من وارد هیئت تحریریه روزنامه شدم، یک میز بزرگ بود، سردبیر پشت این میز، 4-5 تا خبرنگار دور این میز و مشغول کار بودن و خبر می نوشتن. حالا بعد از 5 سال وقتی دوباره اومدم هیئت تحریریه، حالا یک سالن بسیار بزرگ و در وسط سردبیر نشسته، آقای مهندس کردبچه که از روزنامه‌های بسیار قدیمی بودند، بعد هر سرویسی یک میز داشت به شکل نعل عصب. بله. دبیر میشست پشت این میز، خبرنگارام دور تا 4 تا خبرنگار مختلف هم دمت بند. بعد دبیر صبح برنامه‌اش رو اعلام میکرد، حالا اونا رو میرسیم. خب اغلب سرویس هم حالا به وسیله همکلاسی های من، یعنی هم اونا که در سال 35 بارشون داره اداره میشه، اونا دیگه اتقدر ابراز و خوشحالی کردن و ما نشستیم و یعنی 1340 الان؟ بله بله، دقیقا 1340. همینطور که نشسته بودم ما داشتم به کارا میرسن، کار اولا در مؤسسه اطلاعات و کیهان، چون ما روزنامه عصر میدادیم. بله. ساعت 7 صبح همه دبیرها و خبرنگارها پشت میزشون باشن، چون ما زمان کم داشتیم. بله، خیلی کار سختی بوده که ما خبر باید بدیم که روزنامه اون رو چاپ بشه ساعت 12 بود. بله. چون اول روزنامه شهرستان چاپ میشد، باید سر ساعت 1:30 روزنامه های شهرستان ها فرستاده میشد با قطار، با هواپیما، با اتوبوس. اینا رو میگم برای اینکه حالا امروز اصلا فرم عوض شده و جوانایی هم که الان روزنامه نویسی دارن میکنن بدونن که این روزنامه پایه ها چگونه گذاشته شد و چجور یه نسلی اومد به روزنامه ها رو منقلب کرد، متحول کرد. بله. برحال من هم تو که داشتم نگاه میکردم دیدم که یه آقای از پشت سر یه پاکت پرت کرد رو میز من، مال چپ و خانه و رفت. خوب منم که حالا آماده ذهنی هستم، منم بدون که باز بکنم انداختم تو سطل زباله و وظیفه خبرنگارا بهشون یادآور شدم چی کار بکنید. 7:30 اینا باید از پشت میز بلند میشدن میرفتن دنبال خبر. بله. امروز شما به هیئت تحریریه روزنامه که میرید، همه پشت میزن خبرنگارا، جلوش هم به کامپیوتر. بله. خبرها رو از اینترنت میگیرن. بله. ما نه کامپیوتر و نه موبایل داشتیم، نه تلفن همراه داشتیم، باید خودمون میرفتیم به حوزه خبریمون، جایی که مثلا من خبرنگارم مثلا دادسرا یا خبرنگار ورزشی، باشگاه‌های ورزشی، مسابقات ورزشی، باید خودم برم مصاحبه بکنم، خبر تهیه بکنم. اغلب اینا نمی‌رسیدن برگردن به روزان، تلفنی می‌گفتن، ما تلفنی خبراشون رو یادداشت می‌کردیم می‌دادیم. و بعد رقابتی که بین کیهان اطلاعات بود، من واژه کشنده به کار می‌برم. بله. خیلی سخت بود، من به خاطر دارم اینا رو. بله خیلی حالا یعنی فردا دیدیم که باز دوباره همون آقا خیلی لات مسلک اومد و
باز پرت کرد خبر باشگاه جعفری، ما چابو خانه، ما پرت کردیم پیش. یک هفته شد، روزنامه اطلاعات هیچ خبری راجع باشگاه جعفری نداشت. در حالی که جعفری عادت کرده بود که هر شب عکس و تفصیلاتش دارم. اون موقع خب من هنوز ماشین نداشتم. خونمونم کجا بود؟ اول سرای بوذر جمهوری بود، کوچه شریف العلماء. بعد رفتیم خیابان شاپور، گذر وزیر دفتر. خب جاهایی هم بود که این حضرات لوتی ها و اینا خیلی برو بیا داشتن. من از تاکسی صبح ساعت 6 و نیم حرکت کردم، یه رو به هفت من دم روزنامه بودم، تو فکر برنامه روزم بودم. من تو اطراف نگاهم، یه مستم یه دستی محکم شونه منی گرم برگشتم، شعبون جعفریه. این بر نگاه کردم یه جیب 10-12 تا از این شکم گنده ها و سینه پهنایی که وسط باشگاه شنا می رفتن و نمایش می دادن هم اون طرف، یعنی برای من لشکرکشی کرده بود. بله اومده بود چون خب من چون به هر حال یعنی به هنگام ورود به روزنامه دم در که من هنو وارد نشده دیدم یه دست رو. من تا برگشتم اینا دیدم، فهمیدم و میدونستم که اگر مقابل اینا من کوتابیام کارم تمومه. بله. آقای جعفری برگشت گفت که خبر ما چاپ نمی کنی. گفتم تا این مرتکه لات میاد خبرتون میاره خبرتون چاپ نمیشه، فردام اگر بیاد خودم از اون طبقه دوم میدازم شما. آفرین. اجازه بدین ما مکالمه شما رو با شعبان خان داشته باشیم، برای که خیلی جای پر هیجانیه، مثل شما پاورق نویسا جالب شده این تیکیه. پس شعبان با در دستش اومد و با شما خواست برخورد بکنه و شما هم چنین پاسخ دندان شکن بهش دادین. نه. اجازه بدین جای پر هیجانیه، نگه داریم مخاطبینمون رو برای هفته آینده. بله سپاسگزار از شما. و حالا میرسیم به قسمت دیگری از دیدار و گفتگومون با جناب مهندس محمد اوتاریدیان. هفته گذشته رسیده بودیم به اونجا که خانه ساخته شده ایشون، که خانه ویژه‌ای بود در جردن اون زمان هم قرار داشت، توجه ها رو جلب کرده، بخاطر که این خانه با آخرین تکنولوژی ها مجهز بوده. یک روز که ایشون سر کار بودن، خانمشون سرکار خانم شریفه فضیلی تلفن میکنه و فقط با دو کلمه میگه که کمیته ریخت. البته این کلمه نامفهوم بود، به نظرم رسید که تلفن از دست خانم من کشیدن. چند دقیقه بعد خواهر خانمم که زی حسابی شیلات بود از سر کارش داشت بر میومد و خب همسایه ما آقای مهندس چوبینه که اینجا هیچی، اون پل همسایه اون وره آقای ما چوبینه، یعنی کوچه ما طرف شرقش ما ساختمون ما بود، طرف غربش ساختمون آقای چوبینه بود. بله. سراسر کوچه بعدم پله می رفت خیابون تندیس. حضورتون عرض کنم که پلوی آقای مهندس چوبینه آقای مهندس هاشم زاده بود. بله. همان هاشم زاده هم کلاسی من بود. در دانشکده فنی یا؟ بله دانشکده فنی. بله. هم کلاسی من بود و از افراد و مهندسان برجسته این کشور. اون به اصطلاح کارگر ایشون دم در خواهر خانم من رو صدا میکنه، خانم فرشته فضیلی رو. بله. میگه خونتون رو محاصره کردن، نرو تو. ایشون از بردنش تو خونه خودشون، از اونجا به من تلفن کرد، دیگه پاسداری نبود که بگیره. بله خوب. گفت خونه همچین شده. من الان خونه آقای مهندس هاشم زادم و چی میگی چی کار کنم؟ خوب. گفتم که کمیته آمده اونجا رو اشغال کرده و میگن که دختر و پسر من هم دستگیر کردن و ضرب و شتم شدیدی هم کردن.
و رفتن تو خونه. حضورتون عرض کنم که خانم منم براشتن بردم، گفتم به هر حال اونجا خونه ماست، اگه اونجا رو خونه خودتون میدونین برید خونتون، منم دارم میام. بله. چرتر تعطیل کردم و بلند شدم، سوار کادیلاکم شدم. دو خونه پارکینگ بزرگی داشتیم که به اصطلاح باز با ریموت باز میشد پارکینگتونم. بله، مثلا یه بیوک داشتیم مال خانم بود، همین رو آخرین سیستم از خود ایران ناسیونال کرده بودیم دیگه. بله. آخرین سیستمو اونا اون موقع درست میکردن دیگه این ماشین رو. بله، تازه داشت ساختش شروع میشد و از این حرفا. بیوک و کادیلاک داشتید؟ من کادیلاک داشتم، ایشون بیوک داشت و یک پیکان تو خونه بود که به اصطلاح پسرم سوار میشد و معمولا هم با موتورسیکلتش اینور اونور میرفت. حضورتون عرض کنم که به هر حال خب تو اون محله و اون تشکیلات با اون تجهیزات اینا خیلی کردم خونه تیمیه، اینطور که اونا میگفتن. بعدم فهمیدم حسن شهادت هم کرده بودم، چون فکر میکردن ما حتما تیراندازی میکنیم. اکسون هم برنشون دیگه اونجا بچه نداشتیم بغل کنن برن. بله. من رو به هر حال چیز کردم. خواهر خانومم رفت اونجا پیش مادرش که من خواهر خانوم آقای عطاردیان هستم، مادرش اونجا بود، تنها بود، گفتم برو پیشش. من آمدم در حالی که مثلا فکر میکردم من اطلاع ندارم از چیزی. وارد کوچه ارمغان شدم و خط محاصره رو باز کردم در جهت دم اول خیابون، چون معمولا گاهی هم غریبه ها رو شناسایی میکردم. بله. برای اینکه برای خود اهالی کوچه البته. باز کردن، گفتم من مهندسه دارم. در رو باز کردن، گفتم بفرمایید. اومدیم تو، حلقه محاصره رو بستن. رفتم از اون در پارکینگ وارد نشدم، رفتم تو کوچه بغلی. از دری که بسته رو باید زنگ بزنیم بریم تو، زنگ تصویری. بله. انجام بزنیم بریم تو. در باز بود. گفتن شما باز داشتی. گفتم چرا؟ گفتن که دستور داریم. ببخشید. گفتم ازی میدیم برم تو ببینم خانوم اینا رو. یکی امروی من اومد و خواهر خانوم و مادر خانوم دیدم و برگشتم. گفتم چی کار کنیم؟ گفت برای میریم کمیته سعدآباد. کمیته سعد، یکی نشست پشت ماشین من، یکی هم نشسته بود. همه ماشین ها و موتورسیکلت همه رو بردن. از تو منزل شما؟ بله. هر کس سوار یکی شد، بچه هامو با اونا بردن. پسرم اونطور که بعداً تعریف میکرد دستشو بسته بودن، از پشتش هم بسته بودن و چند تا تیر بالا پایین در کرده بودن که تو رو میکشیم و هم فلان و از این بند خدا. خوب عجب، خیلی چی جدی شد بود. بله. پس بوسو چه حالت بسیار بسیار دردناکی. دخترمو به مجردی که اونم از راه رسیده بود گرفتنش، اونم عرض کنم رفتم و اونجا راهنمایی کردن. رفتم یه بازجو نشسته بود و خانوم من نشسته بود و منو که دیدن، همه پسرم و اینا که منو دیدن، اینا به قول من گل از گلشون باز شد. خوبه، بعد جون گرفتن که یکی اومده. رفتن تمام خونه ما رو، سقف شیبدار و اینا بود دیگه همش. بله. پشت این سقف شیبدار فضای خالی هست، اینا رو سوراخ میکردن که چیزی اونجا قایم شده نشده فلان. کتاب خونه ما رو همه رو بار کردن بردن. عجب. کتاب جدید، کتاب قدیم، کتاب چپی، کتاب راستی، کتاب مذهبی، هر چی بود باز کردن بردن، همه رو حالی تخلیه کردن. اونجا بعد نشستم گفتم اولا برای چی من اینجا هستم؟ من الان دارم راه بافق بندر عباس، راهن بافق بندر عباس رو من شروع به کار کردم. کردی؟ یکی از بزرگترین پروژه هایی که در الان باید ساخته بشه. عرض کنم که راه مشهد کلات نادری، من تا مملکت الان
حداقل در حدود 20 چند سالی دارم کار میکنم. مملکت رو آباد میکنیم. این اگه جرمه، یه جرمه. و اگه کتاب خوندن معمولیه که از کتابخونه بخری بخونی جرمه، من مجرمم. چی شده اینجا؟ چه خبره؟